خب در باب این که روح بزرگ چه ویژگی‌هایی داره آیه مهندس، دیدگاه های خیلی متعددی وجود داره، ولی دو تا همشون به دو اردوگاه بزرگ تقسیم میشن. یک اردوگاه، اردوگاه عارفانه و بعضی از فیلسوفان، خیلی کم در میان فیلسوفان ولی بیشتر عارفان، و بعضی از بنیانگذاران ادیان و مذاهب، نه همشون باز، بعضیشون، که یک دیدگاه خاصی که الان توضیح میدم، یک دیدگاه سکولار هم وجود داره در باب روح بزرگ. دیدگاه عرفانی رو به زبان دیگه خیلی مختصر بخوام بگم اینه که من خیلی مفصل توی سالها راجع به این دیدگاه بحث کردم، اما حالا مختصر میگم. ببینید، ما انسان ها در باب این که چند ساحت در وجود ما هست اختلاف نظر فراوان داریم. بعضی ها معتقدن که انسان فقط بدنش، یعنی الان آقای وزیری، یعنی بدن، همین. غیر از بدن در آقای وزیری هیچ چیزی وجود نداره. یک دیدگاهه که ما ایم و همون بدن، همون جسم، همون پیکر، پیکره، تن. بعضی میگن نه، انسان غیر از بدن یه چیزی به نام ذهنم داره. بعضی میگن غیر از بدن و ذهن یه چیزی هم به نام نفس انسان داره، جان به تعبیر، نفس بگیم، توجه میکنید؟ این سه تا. بعضی ها میگن، شما نگید سه تا، بعضی ها میگن بگید بدن داریم، ذهن رو نگید، بگید بدن و نفس داریم. بعضی میگن بدن و ذهن بگید ولی دیگه نفس رو نگید. ولی بالاخره این کاندیداها مفرداتش، یعنی اتماش اینات، راجع میکنید که ما یه اتم از اون سه که به نظر میاد که در ما هست بدنه. یه کسانی گفتن نه، ذهنم در ما هست، یه کسانی گفتن نفسم در ما هست، یه کسانی گفتن بدن و نفس فقط، یکی کسانی گفتن بدن و ذهن، کسی البته نگفته ذهن و نفس فقط و بدن رو انکار بکنه. تراکیبی در این وجود داره. یه دیدگاه عرفانی وجود داره که من فقط به این دیدگاه عرفانی کار دارم. اون دیدگاه عرفانی میگه شما بدن دارید، ذهن دارید، نفس هم دارید، ولی یه چیزی به نام روح. اینم این چهارم، این روح غیر از نفسه، روح غیر از ذهنه. این مثلا در انگلیسی بهش ذهن رو بهش میگیم مایند در انگلیسی، نفس رو در انگلیسی بهش میگیم سول، اما اینو در انگلیسی بهش میگیم چی؟ اسپیریت. حالا نمیخوام وارد این بحث مفصل بشم، این خیلی بحث مفصله، فقط اینو میخوام عرض بکنم که برسیم به این که روح بزرگ چه روحیه. عرض کنم که اگر ما فقط نه انسان را دارای یک ساحت میدونستیم، مثلا میگفتیم انسان فقط بدنه، همین اولی قائل بود، مثل فیزیکالیستا که به این قائل، یا به کسانی که در فلسفه ذهن بهشون میگن ماتریالیستای انسانی، اینا میگن انسان و فقط همین بدنش، هیچ چیز دیگه در انسان بود، ذهن یه چیز دیگه ای نیست، نمیدونم نفس یه چیز دیگه ای نیست، ما فقط بدنی. اگر ما انسان رو یک ساحت براش قائل بودیم، حتما اون ساحت رو باید با فعل بودن براش هم میکردیم، یعنی باید میگفتیم آقای زحمتکش بدن است، من مصطفی بدن ام، با فعل بودن. اما اینجا شکی نیست که به گفته فیلسوفان حمل هوهو باید میکردیم، میگفتیم آقای زحمتکش این جسم است، مصطفی این جسم است، با فعل استن، یعنی به تعبیر فلاسفه حمل هوهو، یعنی این است، این است. اما اگر شما قائل شدید به بیش از یک ساحت در انسان، مثلا گفتید انسان غیر از بدن ذهنم هست، یا غیر از بدن و ذهن حتی نفسم، اینا رو تو انسان سراغ گرفتید، اون وقت یک سوال پیش میاد و اون سوال اینه که شما یه موجود که بیشتر نیستید، پس اگر به بیش از یک ساحت در خودتون قائل شدید، باید یکی از اینا رو با فعل بودن بر خودتون هم کنید، بقیه رو با فعل داشتن. دیگه بیش از یکی از اینا رو با فعل بودن نمیتونی بر خودتون هم بکنی. وقت مثلا باید بگیم آقای زحمتکش بدن است اما ذهن دارد، اما نفس
دارد. دیگه ذهن و نفس رو باید با فعل چی هم بکنن؟ فعل داشتن، که بهش میگن تو فلسفه حمل زوهو. میگن میگه اینجا هم حمل هوهو نیست، حمل زوهوه. نمیتونیم بگیم این است، باید بگیم این دارای این است. چرا؟ به خاطر اینکه هر کدام از ما وقتی به خودمون رجوع میکنیم میبینیم چند تا موجودیم، یه موجود که بیشتر نیستیم. هیچ کس به خودش رجوع نمیکنه بگه من سه تا چیزم، ما میگیم یه موجودیم. پس اگر یک ساحت در ما وجود داشته باشه، اون ساحته رو باید حمل چی بکنیم؟ با فعل بودن بکنیم. اما اگر بیش از یک ساحت وجود داشته باشه، اون وقت باید حتما یکی از اون ساحت ها حمل با فعل بودن بشه، بقیه ساحت ها باید حمل با فعل چی بشن؟ داشتن. یعنی یک ساحت باید هویت من باشه، بقیه ساحت ها باید مملوکات من باشن، داشته های من باشن، دارایی های من باشن. وقت مثلا بگم من بدنم اما ذهن دارم، اما نفس دارم، یا بگم من نفسم اما بدن دارم. همون نزاعی که بین افلاطون و شریعتش بود دیگه. افلاطون میگفت انسان نفس است و بدن دارد، شریعتش ارسطو میگفت انسان بدن است و نفس دارد. درسته؟ چرا؟ چون بیش از یکی از اینا اگه بخوایم با فعل استن بر خودمون هم بکنیم، وقت باید با اون شهودی که از خودمون داریم ناسازگاری نشون بدیم، چون ما احساس میکنیم یه موجودی. خب حالا بحث اینه، میخوام برسم به اون بحث، بحثای خیلی زیاد رو صرف نظر میکنم. عرفا معتقد بودن هر ستای اینا باید با فعل داشتن بر شما هم بشه. تو نه بدنی، نه ذهنی، نه نفسی. یادم میکنی؟ تو بدن داری، ذهن داری، نفسم داری. گفتیم خب پس کدومش اون که با فعل بودن باید بر من هم بشه چیه؟ گفتن اون روحه. تو روحی که بدن دارد، تو روحی که نفس دارد، تو روحی که ذهن دارد. پس این ستایی که غیر ما عرفا همه را یکی از این ستا رو بر خودتون با بودن هم میکنید و دوتا دیگهش رو با فعل داشتن، هر ستاش من عارف به شما میگم با فعل چی بر خودت هم بکن؟ با فعل داشتن. تو یه چیز دیگهی به نام روح. خب تو اینجا نداشته باشی. بعد یک مقدمه دیگه اضافه کنم در اینجا، و اون که این ستای اولی چون داشته های من شماست، مضاف الیه داره. بدن من، بدن تو، بدن او. ذهن من، ذهن تو، ذهن او. نفس من، نفس تو، نفس او. توجه میکنی؟ اما این رو عرفا معتقد به مقدمه بعدی اینه که این یکی دیگه نمیشه بشه مضاف الیه، کارش نمیشه به کار بود. توجه میکنی؟ دیگه نمیشه گفت روح من، روح تو، روح او. نمیشه گفت. چرا؟ چون میگفتن بدن من غیر از بدن توه و بدن تو هم غیر از بدن شخص ثالثه، ذهن من غیر از ذهن توه، ذهن تو هم غیر از ذهن شخص ثالثه، نفس من هم غیر از نفس توه، نفس تو هم غیر از نفس شخص ثالثه. ولی روح من دیگه نمیشه گفت، چون یک روح در جهان بیشتر وجود نداره. راجع میکنیم؟ خب حالا این دوتا رو هم زمینه کنیم چی میشه. یکی این که این تو مقدمه اول گفتیم این ستا رو باید با فعل داشتن هم بکنیم بر خودمون، و فقط چی باید با فعل بودن بر خودمون هم بکنیم؟ روح را. نکته دوم هم این که چند تا روح تو عالم وجود داره؟ یک روح. با اینکه میلیاردها بدن وجود داره، میلیاردها ذهن وجود داره، میلیاردها نفس وجود داره، ولی یک روح وجود داره. وقتی معنیش اینه که ما در حق واقعمون هممون چند تا موجودیم در واقع؟ ما همون یه موجود. من شما اگر توجه بکنم که این سه تا دارایی های منن، بنابراین ما یک موجودیم هممون. نت میکنید؟ من شما، شما من. حالا این موجود واحد که به دلیل این که دیگه یکیش بیشتر نیست، دیگه من و تو و او نداره، بعد باید بگم من روحم دارای این سه تا، ایشون هم همان روحند، همان روحند دارای این سه تای دیگه، ایشون هم شما همان روحی دارای این سه تای دیگه. حالا این روح را
عرفا معتقد بودن که اسمای مختلف هم بهش میدادن، ولی معتقد بودن این اسما فرق نمیکنه، این همه یک چیزن. میگفتن خدا همین روحه. اگه متدینان میگن خدا، تصور درست از خدا اینه که خدا همین اینه، این روح خداست. ما عرفا گاهی هم بهش میگیم روح. مولانا و شمس تو فرهنگ ما و بعض از عرفای ما بیشتر بهش میگفتن معنا. مولانا دفتر تو دفتر اولش میگه اولین بار که معنا رو به کار میبره میخواد بگه از این به بعد بدونید معنا رو من به چه معنا به کار میبرم، میگه المعنا هو الله. من وقتی میگم معنا منظورم الله. توجه میکنید؟ گاهی هم بهش میگن معنا، گاهی هم بهش میگن حقیقت الحقایق، گاهی هم بهش میگن حق. در قرآن حق به کار رفته، حق هم به کار رفته در مورد خدا، حق هم میگن. بعضی هم بهش میگن فرجامین، واقعیت، واقعیت فرجامین. بعضی هم بهش میگن نیروانه. اسمای مختلف داره. تمام این اسمها دلالت بر یک مسما میکنن و اون مسما نه فقط مسمایی است که بین همه ما آدمیان مشترکه. یاد می‌کنید؟ یعنی نه فقط اینجوری که روح مشترک بین همه ما آدمیانه، اصلا روح بین همه موجودات مشترکه. یعنی چوب‌ها هم روحند، جمادات، نباتات هم روحند، حیوانات هم روحند و اینا یک موجودند. معنیش می‌دونید چیه؟ معنیش اینه که کل جهان هستی رو یه موجود پر کرده. کل جهان هستی را فرض کنید، به حسب زیق خناقی و تنگنای زبانی بگیم، فرض کنید کل جهان هستی یه ظرفه، این ظرف رو یه مظروف پرش کرده، یه چیز تو این ظرف جهان هستی وجود داره و اونم خداست. حالا بگید روحه، بگید ارم حقیقت و حقایقه، بگید فرجامین واقعیته، بگید نیروانه است، بگید معناست، هر چی میخواید بگید، این خداست. توجه میکنید؟ و من و شما در واقع هممون، بنابراین شما در عین اینکه انسانید خدایید. چرا؟ به خاطر اینکه انسان بودنتون به خاطر این سه تا داشتتون بهتون نسبت دادن. اما خدای به خاطر بودنتون خدایید. این سنگ ها به خاطر داشته هاشون سنگن، اما به خاطر بودنشون اینا هم خداست. همه موجودات خدا. اما اگر ببینید طبقه بندی میکنیم موجودات رو، میگیم جمادات، نباتات، حیوانات، بعد تو جمادات تقسیم بندی میکنیم بین آب و سنگ، مثلا تو نباتات بین سرو و کاج تقسیم بندی میکنیم، بین حیوانات تو بین گرگ و خرگوش فرق میذاریم، به خاطر یکی از این چیزهایی که داشته هاشونه. ولی ما این، بنابراین عرفا در واقع حرفشون اینه که این سه تا چیزی که انسان‌های عادی، یعنی انسان‌های غیر عارف، ولو فیلسوف باشن، ولو حتی الهیدانان بزرگی باشن، بالاخره خودشون یکی از اون سه تا میدونن، همشون اشتباه میکنن. ما فقط و فقط این روحیم. این سه تا جزو مملوکات ماست، جزو داشته های ماست، جزو دارایی های ماست. یعنی درست چه وضعی کت و شلوار شما نسبت به شما داره، کت و دامن شما نسبت به شما چه وضعی داره که از دارایی هاتونه، بدنتون از دارایی هاتونه و نفس و ذهنتون هم از دارایی‌هاتونه، نفستون. و از این نظر از کجا می‌فهمیم که ما احساس آیدنتیفیکیشن و احساس یگانگی داریم با این سه تا؟ فکر می‌کنیم یکی از ستای وقتی که مثلا من فرضون که یه چینی زیر مثلا پلکای چشمم پیدا میشه، یا شکمم یا بدنم به طور کلی فرمشو از دست میده، بی اندوهگین میشم، به خاطر اینکه یک نوع چی احساس میکنم؟ احساس میکنم من اینم، و بنابراین اگه این خللی بهش وارد بشه به من وارد شده. حالا یه عارف میگه نه، اینم مثل داشته های تو. چجور اگه جورابت کهنه بشه جورابتو عوض بکنی به تو فرقی وارد نشده؟ تو جسم دیدی چجوری ما گاهی وقتا حافظمون که ضعیف میشه متاسفیم، به خاطر اینکه احساس هویت میکنیم با ذهن خودمون، فکر میکنیم من همون ذهنم، پس اگه حافظم ضعیف شده من ضعیف شدم. عارف به تو میگه تو ضعیف نشدی، تو یه جای دیگه قرار داری، اینا داشته های تو هن. داشته های آدم تو زندگیش دائما میان میان، خونش رو عوض میکنه ولی احساس نمیکنه که خودش عوض شده، لباسش رو عوض میکنه، جورابش رو عوض میکنه، همه چیش رو عوض میکنه. چرا؟ چون اونا رو جز مملوکات خودش میدونه. تو باید اونا رو جز مملوکات خودت بدونی. حالا جز مملوکات خود دانستن، این با این حرفایی که من به شما میزنم حاصل نمیاد. عارف میگه اگه میخوای بفهمی که واقعا این سه تا
جزو دارایی های توان، جزو داشته های توان، خود تو این چهارمی هستی. اگه میخوای اینو بفهمی باید یک سلسله کارهایی انجام بدی و یک سلسله ورزه هایی باید انجام بدی. اون ورزه ها که معمولا بهش میگن سیر و سلوک عرفانی، گاهی هم بهش میگن سیر و سلوک معنوی. سیر و سلوک های عرفانی اگه انجام بدی، هر چه جلو میری تو این سیر و سلوک ها بیشتر میفهمی که اصلا بدن تو غیر از توه، بیاد بره تو سر جاتی، ذهن تو غیر از توه، نفس تو غیر از توه، باید یه سیر و سلوک های انجام بدی. از این نظر من بارها گفتم سیر و سلوک عرفانی یک از دو تعریفش که به نظر من بهترین تعریف هاست اینه. سیر و سلوک عرفانی شیوه است که کسانی که به اون شیوه التزام می‌ورزند، به اون شیوه عمل می‌کنند، از انسان ناآگاه از خدا بودن خودش تبدیل میشن به انسان آگاه از خدا بودن خودش. ما هممون الان طبق این تلقی خدای ما، ولی آگاه نیستیم از خدا بودن خودمون. آگاه از این نیستیم که ما اینیم و این همون خداست. آگاه نیستیم. سیر و سلوک عرفانی در واقع انسان ناآگاه از خدا بودن خودش را تبدیل میکنه به انسان آگاه از خدا بودن خودش. این سیر و سلوک عرفانی کارش اینه که اگر کسی این سیر و سلوک عرفانی رو، معنوی رو خوب انجام بده، به میزانی که جلو میره یواش یواش میبینه هم از ذهنش میتونه فاصله بگیره، هم از بدنش میتونه فاصله بگیره و هم از روان خودش هم میتونه، از نفس خودش هم میتونه فاصله بگیره و ببینه من یه چیز دیگه ایم، از اون بالا دارم نگاه میکنم. همینطور که نگاه میکنم تو صحنه خونم میبینم برگای درخت از این ور میرن به اون ور، همینطور که نگاه میکنم میبینم لباسایی که در دوران کودکی میپوشیدم میگه از بین رفت، یه لباسای جدید میپوشم، آیند و روندشون از بالا انگار هیچ خدشه به من وارد نمیکنن. تعریف دوم هم باز در واقع که میگم تعریف دوم سیر و سلوک عرفانی، سیر و سلوک عرفانی روشی است که اگه کسی در پیش بگیره میتونه بین خودش و دارایی‌های خودش تمایز قائل بشه. ما هنوز نمیتونیم بین خودمون و دارایی‌های خودمون تمایز قائل بشیم. ما هنوز خودمون رو بدنمون میدونیم، هنوز خودمون رو ذهنمون میدونیم، هنوز خودمون رو نفسمون میدونیم. حالا آدمای بیچاره تر از ما هم که وجود دارن که هنوز خودشون رو ملت خودشون، ناسیونالیست ها خودشون رو ملت خودشون دارن، اون که اصلا به ما ربطی نداره، درسته؟ هنوز خودشون رو ثروت خودشون میدونن، هنوز خودشون رو قدرت خودشون میدونن، حیثیت اجتماعی خودشون، شهرت خودشون، محبوبیت خودشون. عارف به ما میگه اونا که هیچی، حتی خودتو بدن خودتو ندون، خودتو ذهن خودت ندون، نفس خودت ندون. بنابراین ما انسان ها به نظر عارفان، به نظر عارفان خودمون را با چیزهایی که جزء مملوکات و دارایی های ماست یکی میگیریم. هنوز نفهمیدیم خود واقعی اینجاست، اینه. اینا ضعیف بشن، قوی بشن، بیان، برن، فلان، بهمان، بله. اگر بخوای به این برسی، به خود واقعیت برسی، باید با این ستا یک رفتارهای خاصی انجام بدی. کم کم بعد از این رفتارها، که حالا این رفتارها 12 رفتاره به نظر بعضی، چون مشترکات همه سیر و سلوک‌های جهانی 12 تا کاره، که اگر بکنی تو آهسته آهسته می‌فهمی تو اینی، توجه می‌کنی تو در واقع روحی. حالا همین رو برای چی گفتم؟ به صورت خیلی مختصر، برای این که یک تصور از روح بزرگ اینه که این تصور عرفانی که کسی روحش بزرگ شده که به روحش برسه، یعنی بفهم من اینم، این سه تا گردنه بذاره پشت سرش بذاره تا برسه به خود خودش. به تعبیر دیگری بین من و خودم الان سه تا گردنه مانع، تا از گردنه بدنم نگذرم و از گردنه ذهنم نگذرم و از گردنه نفسم نگذرم، هنوز چشمم به جمال خودم روشن نشده. اگه بخوام به ملاقات خودم برم و با خودم ملاقات بکنم، باید این سه تا گردنه رو پشت سر بگذارم. به تعبیر بهتر این سه تا مانع را که هر کدومشون دارن به دروغ میگن من تو ام، ها من بدن تو ام، باید بگی نه توی بدن من نیستی. باید به ذهنت هم بگی توی ذهن من نیستی. باید به
نفست هم بگی توی نفس من نیستی، تا برسی به دیدن خوده. روح بزرگ اصلا بزرگ دیگه قید احترازیه نیست، قید توضیحیه. ببینید قید ها دو، هر وقت شما یه صفت میارید برای یک موصوفی از دو بیرون نیست. گاهی وقتا شما برای یک موصوف صفت میارید برای اینکه بگید این موصوف انواع دیگری هم داره. مثلا میگید سیب سرخ، چون ما سیب زرد هم داریم، سیب سبز هم داریم، درسته؟ میگید انسان بلند قد، چون انسان کوتاه قد هم داریم. هر وقت شما یه صفتی برای این موصوف یاوردی برای اینکه نشون بدید که این موصوف انواع دیگری هم داره، اون وقت به این صفت میگن قید احترازی. اما گاهی وقتا ما برای یه موصوفی یه صفتی میاریم نه برای این که نشون بدیم که این موصوف انواع دیگری هم داره، بلکه اینکه بگیم این موصوف همیشه همینجوره، مثل خدای بزرگ. آیا وقتی میگیم خدای بزرگ منظوره که یه خدا یا خداهای کوچکی هم وجود دارن؟ نه، خدا بزرگ است. وقتی میگیم برف سفید، این برف سفید، این قیدش قید احترازی نیست. وقتی میگیم برف سفید، غیر از وقتی که میگیم سیب سرخ، چون وقتی میگیم سیب سرخ یعنی سیب غیر سرخ هم وجود داره، ولی برف سفید معنیش این نیست که برف غیر سفید هم وجود داره، نه، یعنی برف سفید است. و به همین ترتیب آتش داغ، وقتی میگیم آتش داغ منظور نیست که آتش سرد هم وجود داره، نه، یعنی آتش داغ است. به این نوع صفت ها میگن قید توضیحی. قید توضیحی یعنی قیدی که میخواد بگه اصلا هر مصداقی از موصوف مصداقی از صفت هم هست. اگر موجودی خدا باشه حتما بزرگ، دیگه خدای کوچک و خدای بزرگ دو جور نداره. اگر چیزی برف باشه سفید، و اگر چیزی آتش باشه داغ. توجه میکنید؟ خب بنابراین به این قیده میگه قیده توضیحی. قیده توضیحی قیده یعنی که میگن موصوف داره این صفته، نه اینکه موصوف گاهی دارای این صفت، گاهی دارای صفات دیگریه، مثل سی. حالا این بحث روح بزرگ وقتی میگیم یعنی روح بزرگه. بنابراین وقتی میگن انسان روحش بزرگ بشه یعنی انسان به روح برسه. اون روحه دیگه وقتی بهش برسی بزرگ هست، نه اینکه روحه. معناش این نمیشه که از اون سه تا مانع باید عبور کنه. خب چرا؟ از این سه تا مانع چرا؟ نه چرا عرض میکنم، از اون سه تا مانع که رد شد، اون وقت دیگه به چی رسیده؟ به روح رسیده. و روح بزرگترین موجود جهان هستیه، چون یگان موجود جهان هستیه. وقتی یه چیزی یگان موجود جهان هستی باشه طبعا دیگه بزرگ هم هست. بنابراین روح بزرگ دیگه قیدش قید احترازی نیست که بگیم روح بزرگ یعنی روح کوچک هم داریم. نه، وقتی تو رسیدی به روح، رسیدی به کل جهان. راجم کنی؟ و این اون چیزی که عرفا قدیم گفتن. مثلا ببینید عارف به ما میگه چی؟ میگه که ای نسخه نامه الهی که توی، وی آینه جمال شاهی که توی، بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، از خود به طلب هران چه خواهی که توی. ببینید بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، هرچه تو جهان در درون توه، یعنی تو خود همون جهانی دیگه در واقع، و این تو همون جهانی در واقع یعنی ما خداییم. بنابراین اینجا در این تلقی روح بزرگ یعنی روح، و روح بزرگ اساسا، نه اینکه روح بزرگ داریم و روح کوچک داریم. این تلقی عرفانی. خب این تلقی رو فقط عرفا دارن، و در میان فیلسوفان هم چند تا فیلسوف معدود در تاریخ این تلقی رو داشتن، که در غرب مهمترین شخصیتشون اسپینوزاست. اسپینوزا بزرگترین فیلسوف غربیه که قائل به این دیدگاه عرفانیه و میگه ما بدنمون نیستیم، ما ذهنمون هم نیستیم، نفسمون هم نیستیم، ما یه روحیم. اون روح بالای همه ایناست، مالک همه ایناست، نتون کنید؟ و بقیه چیزها آیند و روندشون رو اون روح تأثیر نمیگذاره. و میگه انسان برای اینکه برسه به اینکه من روحم، باید این سته گردنه چی کار بکنه؟ پشت سر بگذاره. بنابراین سیر و سلوک عرفانی میخواد ما رو از این سته گردنه بگذرونه تا به خود واقعیمون برسونه. اگه به خود واقعی رسید به روح میرسیم، و چون روح یگان موجود جهان هستیست، پس بزرگترین موجود جهان هستی است، و این روح بزرگه. نه اینکه دیگه روح کوچک داریم و روح بزرگ داریم، نه،
تو اگه به روح رسیدی روح بزرگی. اما معنی سکولارش معنی دوم میکنه که خواهد شد. حالا بفهم. این چهار شباهت ولی تمایز نفس رو من خیلی تمایز نفس رو نمیتونم چیزش بدم ولی تمایزش بدم. آه ببینید نفس حالا اگر که الان جاش نه مشکل نداره نه همین الان میگم ببینید بدن که خب بدن که مشخص ذهن یعنی آگاهی ذهن یعنی کانشسنس آگاهی توجه میکنید اینو بهش میگیم ذهن آگاهی یعنی شما الان ببینید شما غیر از این که بدن دارید آگاهید از این که بدن دارید درسته؟ این آگاهی رو بهش میگن ذهن بنابراین ذهن وقتی گفته میشه یعنی کانشسنس یعنی آگاهی و ما آدمیان غیر از جسممون یه چیز دیگری به نام آگاهی داریم که مثلا میگم وقتی که این جسم از دنیا میره وقتی که من میمیرم توجه میکنی این جسم من همون جسم سابقه ولی آگاهی دیگه درش وجود نداره اینم آگاهی اما نفس نه نفس موطن جایگاه سه تا چیزی که ما آدمیان داریم رو اینو میگن نفس نفس یعنی ساحتی از شما که جای سه تا از چیزهای شما اونجاست یکی باورهاتون یکی احساسات و عواطف و هیجاناتتون یکی خواسته هاتون شما یه باورهایی تو زندگی دارید یه احساسات و عواطف و هیجاناتی دارید و یه خواسته هایی هم دارید اینا جاش در یه ساحتی از ماست که به اون ساحت میگن نفس پس نفس یعنی موطن جایگاه توجه بکنید لوتوسه به گفته فیلسوفان جایی که جای باورهای ماست جای احساسات و عواطف و هیجانات ماست جای خواسته های ماست ما این ستا را داریم هیچ انسان نیست الا این که کم یا بیش باورهایی داره کم یا بیش احساسات و عواطف و هیجاناتی داره کم یا بیش خواسته هایی تو زندگی داره جایگاه این ستا را بهش میگن نفس بهش میگن سول هنات میکنیم حالا بدن من اینجا داشته باشید نفس من هم اینجا داشته باشید ذهن من به هر دوی اینا احاطه داره ذهن من هم از بدنم آگاهه هم از محتویات چی آگاهه افکارمون هم بله دیگه قسمت اول که گفتم باورها افکارم هم افکار. بله اتفاقا مفصل میشه گفت که وقتی میگیم قسمت اول نفس ما باورهاست قسمت دوم احساسات و عواطف و هیجانات و قسمت سوم خواسته ها احساسات و عواطف و هیجانات تقریبا 85 که دارن کشف شدن که هر انسانی 85 تا احساس و عواطف و هیجان داره توجه میکنید این یک بحث خواسته ها هم وقتی گفته میشه خواسته ها اعم است از اهداف آرمان ها آرزوها هم اهداف هم آرمان ها و هم آرزوها که با هم فرق میکنن هر سه نوع خواستند که ما تو زندگی داریم یه اهدافی تو زندگیمون داریم یه آرمان هایی تو زندگیمون داریم یه آرزوهایی تو زندگیمون داریم اینا هم جزء خواسته ها و اما وقتی که میگیم قسمت اول که میگفتیم باورها اینجا همه این افعالی که من به کار میبرم به این ساحت باورها مربوط میشن من حدس میزنم که حدس زدن به این ناهی من برآورد میکنم که تخمین میزنم که دلیل دارم بر این که میدانم که گمان میکنم که توجه میکنیم یقین دارم که شک دارم که احتمال میدهم که همه این قسم افعالی که ما تو زبان به کار میبریم همه اشاره دارن به ساحت اول از ساحتهای نفس ما نفس ما جای سه تا چیزه یکی باورهامونه منتها باور رو بعضیش یقینی داریم بعضیش باور مشکوکیم نسبت بهش و درجات مختلف داریم اینو بهش میگن ساحت سول بهش میگیم ساحت نفس ملاحظه میکنید خب بنابراین ما در واقع یه بدن داریم که در اون بدن با این چوب و با این سنگ و با اینا شریک نباتات و اینا شریکی یک نفس داریم که باورهایی توش به سر میبرن و احساسات و عواطف و هیجاناتی و خواسته هایی یه چیز هم داریم که در برزخ این دوتاست هم از بدن با خبره توجه میکنی یعنی از خارش بدن من با خبره اون ذهن من با خبره که بدن داره میخاره و هم از محتویات نفسم با خبره این سه تا اینان در واقع
عارفان تنها کسانی هستند به استثنای بعضی فیلسوفان مثل اسپینوزا که معتقدند یه چهارمی وجود داره، این ساحت روحه که اون ساحتی است که ازش بحث میکردیم و داشتم گفتگو میکردم. این یک تعبیره. بنابراین روح بزرگ شدن با استفاده از درد و رنج های زندگی، برو تا روح بزرگ بشی، یعنی برو که بفهمی که این سه تا مایملک های تو هستند، داشته های تو هستند، دارایی های تو هستند. اینا رو یه وقتی با فعل بودن بر خودت هم نکن، فقط با فعل داشتن بر خودت هم بکن. اما خب غیر از عرفا و غیر از اون معدود فلاسفه دیگه کسی به این ساحت چهارم قائل نیست. بنابراین اونایی که میگن روح بزرگ و از این طبقه نیستن، مرادشون از روح بزرگ روحیست با سه تا ویژگی که الان خدمت رو عرض میکنم. میگن اگر روح به اینجا برسه، یعنی تو به اینجا برسی، اون وقت میگن تو روح بزرگ داری که الان عرض میکنی. اگر ما سه تا ویژگی پیدا بکنیم، این خودم فهم کنم یه اشتباه مفتلعی یا اشتباهی رو بریم میکنیم که ما در توی صحبت هامون ذهن رو معادل همون نفس میگیریم. بله بله. به جای اون رو ذهن که شما تعریف کردید. بله بله. هوشیاری. بله دقیقا. متوجه هستم. بله بله بله. ببینید غیر از لغت بدن، بقیه لغت هایی که به کار بردن بیش از یک معنا دارن. ولی من وقتی تو تئوری دارم توضیح میدم به اون معنایی که خود تئوری پردازان مراد میکنن، وگرنه هم ذهن چندین معنا داره و من جایی گفتم مفصل همشو گفتم، هم نفس چندین معنا داره، هم روح چندین معنا داره. فقط لغت بدن یا پیکر یا پیکره یا تنه که یک معنا بیشتر نداره، وگرنه اینا معانی مختلفی دارن. حالا وقتی دارم تئوری رو داره بیان میکنه، تئوری عرفا رو باید ببینه اونایی که وقتی میگن مرادشون چیه. من دارم با مرادی که اونها دارن میگن توضیح میدم مقصود رو ها، که اونا بدن که میگن که همون بدنه، ذهنم که ساحت آگاهی ماست، اینم که موطن و جایگاه باورها، احساسات و عواطف و هیجانات و خواسته های ماست، و اما این روح، روحه که چهارمی است که این محل گفتگوی ما. یعنی با فوت ما اون هوشیاری هم بله 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 عرفا معتقدن روح باقی میمونه ها، ولی نه از بین میره. بله بله. اون وقت وقتی نه از بین رفت، نیست سه تا مانع از بین رفته، اون وقت ما احساس یگانگی با هم میکنیم دیگه. در اون صورت از این از عرفای ما و عرفای مسیحی و یهودی همشون، عرفای ما موتو قبلا تموتوی پیامبر رو به این معنا گرفتن دیگه. میگفتن پیامبر چرا میگفت قبل از این که بمیرید بمیرید؟ به خاطر اینکه وقتی میمیرید این سه تا گرفته میشه از شما، وقت پین برید به یگانگیتون با همه موجودات. حالا میگفت قبل از این که اون مرگ بیاد و این سه تا رو از دستتون بگیره، تو همین زندگی این جهان این سه تا رو چیکار کنی؟ در واقع بگیرید از خودتون. گفتن موتو قبلا تموتو، بمیرید پیش از آن که بمیرید، یعنی من که میدونم که بعد از 80 سال عمر وقتی مردید همتون احساس یگانگی میکنید با هم، همتون برمیگردید به دریای وجود. حالا یه قطره های جداگونه هستیم، همین قطره ها برمیگردن به دریا. اما من از شما دعوت میکنم که در دار دنیا، یعنی قبل از اینکه موت طبیعیتون بیاد، این ستا رو بفهمید که این ستا با شما هم هویت نیستن، بلکه اینا جزء دارایی های شما. اگر بفهمید، عرض میکنم که به این میرسی. من یه تمثیلی به کار بردم چون میخواستم بحثا خلاصش بکنم. این تمثیل خیلی تمثیل گویایی، یه تمثیل به صخری که ازش لوله های مختلف میاد بیرون و اینا. حالا به اونم میخوام پردازم. عرض کنم که بنابراین نه، اونا اصطلاحاتشون اینه، وگرنه ذهن چندین معنای دیگه هم داره که تو این تئوری اون معنا از ذهن مراد نیست. مرادشون از ذهن اینه، مرادشون از نفس هم اینه، مرادشون از بدن هم که خب خیلی واضحه که چیه.